سیسام شما را به دیدن این برنامه دعوت میکند. بازیگر تئاتر خیلی تنهاست و در اون لحظه که داره ایفای نقش میکنه واقعا هیچ چیز و هیچ کسی نمیتونه به کمکش بیاد. شاید اتفاقا یه چیز جالب اینه که من اصلا به هیجان قبل از اجرا و هیجان قبل از پلان معتادم. وقتی یه مدت کار نمیکنم احساس میکنم اونو کم دارم. اینو کم دارم تو زندگیم. ما هی میرفتیم تمرین میکردیم، بعد خیلی بامزه بود که تمرینای دوبله هم اندازه تمرینای خود فیلم و برای فرهادی مهم بود. یعنی اصلا کاملا انگار یه فیلم جدید داشت اتفاق میافتاد. اینو قائلم که نمیپرسم برای چه نقشی این فیلم نامه رو به من دادی. اصلا کامل آره، مثلا دوست دارم همه نقشا رو خیلی برام جالبه اون مرحله. بعد خب یه ذره تحقیق میکنم، یه ذره با یه آدمایی که اون حالا هوا رو دارن نشست و برخاست میکنم. بعضی وقتا عمدن این کارو نمیکنم. بعضی وقتا فیلمایی رو که وجود داره میبینم، مستند میبینم. بعضی وقتا ترجیح میدم یه نقشی مثلا بی هیچ شعاری صرفا تجربه زیستی خودم باشه. من میگم ممکنه اون لحظه برای من سحر دیرتر اتفاق بیفته، برای کسی در شروع کارش در 19 سالگی عالی به جا اتفاق بیفته، ولی اگه اون رویای قوی باشه، اگه اون انگیزه درست باشه، اگه اون پتانسیل واقعا وجود داشته باشه، دیر یا زود اتفاق میفته. خانم سحر دولتشاهی با به واقع گلچینی از نقش‌های بسیار خوب روی صحنه تئاتر، بازی‌های بسیار خوب در سینما، مهمان مجله فیلم. بازیگری که براش مهم نیست اندازه نقش چقدر باشه، ولی دلش میخواد همون یک دقیقه یا 10 دقیقه یا 1 ساعت هر چقدر که بازی میکنه بازیش دیده بشه. بخشی از نقش‌های خوب شما واقعا رو صحنه تئاتر بوده. کار یه مجله تئاتری حتماً این بود که اون نقش‌ها رو تحلیل کنه، چون گاهی اوقات بعضی از تئاترهای شما رو که آدم می‌بینه فکر می‌کنه که این دیالوگای به این سختی، به خصوص کارهایی که با آقای پسیانی کار کردین، چجوری اینا رو حفظ کرده و اینقدر خوب میتونه رو صحنه ظاهر بشه؟ البته کارهای آقای پسیانی که کم دیالوگ تره، ولی واقعیتش اینه که من هنوز انرژی اصلیمو برای ادامه کار بازیگری واقعا از تئاتر میگیرم. یعنی خیلی احساس تنگ دستی میکنم در سالایی که اصلا تئاتر کار نکنم، حالا یه تئاترایی بهتر یه تئاترایی کمتر، ولی فکر میکنم اصلا خصلت تئاتره که با پایان اجراها، یعنی واقعا فیلم یه تئاتر هیچ وقت سند درستی نیست که بشه از تئاتر حرف زد. واقعا شاید میشه فقط تو ذهن کسایی که اون تئاتر رو دیدن دنبالش گشت که چه احساسی داشتن یا چجوری یادشون مونده یا چیزایی مثل این. واسه همین یکم خصلت این میرایی مال تئاتر هست. نمیشه شاید خیلی به بازی من ارجاع داد، ولی خب من خیلی مدیونم به مدیوم تئاتر توی کار خودم. آدم تو تئاتر یکم تنها تره تا سینما. یعنی بازیگر تئاتر خیلی تنهاست و در اون لحظه که داره ایفای نقش میکنه واقعا هیچ چیز و هیچ کسی نمیتونه به کمکش بیاد و این خیلی منحصر به فرده تو تمام. یعنی نمیتونه بگه دوباره میگیریم یا الان دوباره این دیالوگو میگم. دقیقا تو سینما میتونه این اتفاق بیاد. باید اون لحظه رو در واقع یه جوری از پسش بر بیاد. درسته. شما کاملا بدون هراس رو صحنه میری یا جلوی دوربین؟ هیچ وقت. میترسی؟ تا به امروز که فکر میکنم 19 سال 18 ساله دارم کار میکنم هیچ وقت تجربه بدون هراس نداشتم. که بفهم دیگه شده بود، دیگه الان نقش دستمه، کار دستمه، میدونم دارم چی کار میکنم. نه هرگز، نه یک پلان، نه یک شب از اجرا هیچ وقت بی هراس نبوده. و شاید اتفاقا یه چیز جالب اینه که من اصلا به هیجان قبل از اجرا و هیجان قبل از پلان معتادم. وقتی یه مدت کار نمیکنم احساس میکنم اونو کم دارید. اینو کم دارم تو زندگیم. اساسا تئاتر یعنی صحنه و دوربین و بازیگری از کجا تو زندگی شما میاد؟ اولش مهندسی شیمی خوندم و بعد از اون رشته انصراف دادم، همزمان ادبیات نمایشی خوندم و مترجمی فرانسه. و فقط خودم میدونستم که بیشترین وسوسه‌ام بازیگریه، ولی در قالب اینکه حالا بریم
دانشجو بشین، با ادبیات نمایشی آشناشیم و فلان و اینا. و خب به هر حال توی کودکی من نکته خیلی مؤثر و مهمش پدرمه که خیلی براش جالب بود. تا همیشه ما بزرگترین تفریحمون فیلم دیدن و تئاتر رفتن بود و فکر میکنم اون هیچ وقت خودش دنبالش نرفت و یا شاید اصلا مقاومت داشت که منم وارد این حرفه بشم. دلیلش هم خیلی دلیل درستی بود الان که فکر میکنم. میگفت کاری رو بکن که تو انتخاب کنی، نشینی انتخابت کنن. بعد این نکته مهمه و خب من خیلی الان بیشترم میفهمم که چقدر حق داشت، ولی انقدر دوست داشت و انقدر هنوز منتقد مهم کارای منه و انقدر من اونو دوست دارم که برام جالب بود. انگار شبیه آرزوی اونم بود که من داشتم زندگیش میکردم. و شما خیلی بابایی هستید. بله. دیدم با پدرتون تو دوران جشنواره با هم فیلم میبینید. بله مثلا زیاد پیش میاد فیلمایی باشن که من نبینم ولی بابا همه فیلم‌ها رو میبینه. آره خیلی چیزه، یعنی بیس خانواده رو الان که مثلا میگین برگردم عقب نگاه کنم که اصلا چرا اومدم تو این حرفه، میتونم پیدا کنم. به هر حال من توی خانواده بزرگ شدم که کتاب دست آدم رو میدیدم. مامانم بسیار زن قدرتمندی بوده که یه وجه خیلی خوب اجتماعی داشته. چه کار میکردن؟ مامانم ورزشکاره و استاد دانشگاه بود، تربیت بدنی و یه رشته تخصصی شناست. و برای شنای زن ها خیلی زحمت کشیده. خیلی سال. یعنی تو عرق سرد که شما بازی کردین با مامانتون هم مشورت کردین سر شکل بازی؟ خب من نقشی رو که بازی کردم لزوما نه، ولی به اون فضا خیلی آشنا بودم چون اصلا در ورزش قهرمانی رو توی ورزش مهجور زنها خیلی خوب میشناختم، فضاشو میشناختم، میدونستم که دقیقا همین دیده نشدن چقدر وجود داره تو اون فضا. و فضای ناآشنایی برای من نبود. به هر حال همونجوری که از بابام میگم و از سینما رفتن، باید از مامانم بگم و ورزش کردن که همیشه بوده توی خانواده‌ام. برای این فضا رو میشناختم. من مثلا خودم نجات غریق شنام و بله و مامانم هم پارتی بازی نکرده برام، یعنی تمام دوره‌ها شدیدم. اون دیگه با پارتی درست نمیشه. و واسه همین تو فضای ورزشی بودم، تو مسابقات همه اینا میشناسم اون روحیه رو. خیلی هم برام جالبه. چه اتفاقی و چه چیزی نقطه عطف زندگی شما؟ میدونین آدم تو زندگیش یه جایی فکر میکنه چیزی نداره از دست بده. تا قبلش داره از یه چیزایی حفاظت میکنه، داره سعی میکنه سر و شکل یه سری چیزا رو درست نگه داره، ولی بعد فکر میکنه چیزی بر از دست دادن نداره و کمتر میترسه اشتباه کنه. من خیلی قبلش میترسیدم اشتباه کنم. این نقطه از تاریخ در زندگی من شاید یه اتفاق بیرونی نیست، یه اتفاق درونیه که بعد من فکر میکنم با خودم نه اصلا میدونی چیه، من میخوام اشتباه کنم. اصلا اشکالی نداره. میخوام اشتباه کنم، میخوام انتخاب کنم، میخوام نترسم. برای من اینه بیشتر. و بعد حالا این تاثیرشو حتما تو بازیگریم هم میذارم. درست. من خیلی پیش میاد که مثلا انتخابایی داشته باشم که شبیه انتخابای قبلی من و مثلا یه جوری یه چیزیشون خیلی نزدیکه به انتخابای قبلیم. من اصلا فکر نمی کنم بازیگر خوب اون بازیگریه که هر بار در واقع یک معجزه جدید با خودش همراه داشته باشه. بعضی وقتا واقعا پرسونای خود یه آدم انقدر جذاب هست که تا ابد هم اگه جلو دوربین یا روی صحنه همون کار رو بکنه تو میتونی دنبالش کنی و ازش لذت ببری. ولی نکته در مورد من اینه که معمولا محرک اولی که حضور توی یه کار رو برام جذاب میکنه اینه که فکر کنم یه کشف و شهود جدیدی داره. یعنی فکر نمی کنم مثلا اگر که من با یک تم مشخص 20 تا فیلمم بازی کنم و درک درستی از اون لحظه داشته باشم و سر جام باشم و فلان اینا، شاید واقعا اتفاق بدی نیفته تو بازیگریم. ولی خود من این خیلی برام نکته مهمیه. کدوم نقشاتون سخت‌تر بوده تا حالا بازی؟ میدونین چیه، من مثلا ارجاعات گذشته رو خیلی نمیپسندم چون واقعیتش یه جاه طلبی دارم که فکر میکنم من اون بهترین نقشم رو هنوز بازی نکردم. یعنی مثلا من یه حسرتی دارم که فکر میکنم
مثلا این فیلمایی که میبینم و خب فیلم‌ها و سریال‌های به روزو خیلی دنبال میکنم و مثلا فکر میکنم عجب نقشایی، اینا گیر من نمیاد. میدونی؟ و خیلی حسرت میخورم. مثلا با خودم فکر میکنم که من در یک مثلث عشقی، در یک فیلم اجتماعی چند بار قرار بگیرم کافیه. یعنی دیگه چه کار جدیدی میتونم براش بکنم واقعیتش؟ یعنی آرزوی قلبی اینه که مثلا با کارگردانی که کار میکنم کارهای منو دیده باشه و اونا رو نخواد. چیز دیگه ای بخواد. برد میگردم عقب نگاه میکنم، یه جوری همه کارامو دوست دارم، نمیتونم یه دونش دارم، ولی یه کارایی به صورت خیلی شخصی، شاید حتی مثلا بازتاب اجتماعی آنچنانی نداشته بوده باشه، ولی به صورت خیلی شخصی برای من خیلی جذابن. اگه منظورتون اوناستم باز نمیتونم اسم بیارم چون حضور ذهن دقیقی ندارم، ولی مثلا با خودم فکر میکنم که چقدر وارونگی برای من نقش مهمی بوده. یا شو. اون زن آشفته حال فیلم امیر رو چجوری بازی کردیم؟ یا مثلا اون واقعا خب ببینید مثلا یه پروسه ای دارم دیگه. اول مواجه هم با فیلم نامه اینه که حتی زمانی که دارم میخونمش به همه نقش رو فکر میکنم، یعنی حتی اینو قائلم که نمیپرسم برای چه نقش این فیلم نامه رو به من دادی. اصلا کامل آره، مثلا دوست دارم همه نقش رو، خیلی برام جالبه اون مرحله. بعد خب یه ذره تحقیق میکنم، یه ذره با یه آدمایی که اون حالا هوا رو دارن نشست و برخاست میکنم. بعضی وقتا عمدن این کار رو نمیکنم، بعضی وقتا فیلمایی رو که وجود داره میبینم، مستند میبینم، بعضی وقتا ترجیح میدم یه نقشی مثلا به هیچ شعاری صرفا تجربه زیستی خودم باشه. بله که این مهمتره، خیلی مهمتره، خیلی بیشتر به کارم میاد. یا مثلا برای فیلم امیر که میگین، من یه ذره تجربه نوعی بود برام به خاطر اینکه من سعی میکردم خیلی کم خوابی داشته باشم و چیزی نمیخوردم. میدونین شاید این منو به اون بالانس نبودن نزدیکتر میکرد. البته شانس آوردم چون نقشه کوتاه بود و تو اون پریود میشد این کار کرد و اونا هم با من به من محبت داشتن که واقعا توی تایم فشرده این کار کرد. من تو اون تایم این خیلی به کمکم می اومد و اون حس و حال باهاتون از سر صحنه می اومد خونه یا نه؟ تأثیر داره دیگه. یعنی من حتی مثلا یه ریتم حرف زدنی که مثلا یه ذره تندتره و از یه نقشی تو مونده تا یه مدتی هست تا من اصلا حتی بهش آگاهشم که این داره از اونجا میاد. درست. یا مثلا یه آهنگی، یا بعضی وقتا که دقیق تر بشم یه جنس را رفتن و نشست و برخواستی، اینا یه مدتی تا بعد از کار با هم میمونه. در مورد امیرم همینطوری بود. الان چه نقشی هست که تو رویاهاتون هست که اینو بازی کنی، یا شبیه چه نقشی در چه فیلم خارجی یا ایرانی که شما دوست داشتین اون نقش؟ من الان یه مودی دارم که خیلی دوست دارم مثلا فیلمای از جنس مثلا این دیزنی مووی ها، فیلمایی که مثلا توشون خیلی جادو هست، خیلی امید هست از یه جنس حتی شاید کودکانه. مثلا خیلی به این فکر میکنم، خیلی به فانتزی فکر میکنم. خیلی دلم میخواست که مثلا میتونستم این تجربه رو داشته باشم تو سینما. مثلا الان من فیلم رضا رو روی پرده سینما دارم که حال خوبی داره این فیلم. خیلی خوبه که من مثلا فکر میکنم این خیلی جاش خالیه. فیلمه هیچ جایی یقتون نمیگیره مثلا بخواد از این بر بکوبتتون بر همچنی میری و... ولی حال آدم رو خوب میکنه. دقیقا آره. تا سینما میره بیرون وقت میکنی هی بابا چقدر با حال زندگی. آره خیلی خوبه این. آره. کم داریم. من فکر میکنم الان من خیلی منتظر این جریانم. منتظر یه جریانیم که یه ذره مثلا از همه این سختی ها و بدبختی ها برای یه ساعت و نیم دو ساعت آدم رو بکنه. اونم داره یه ذره ولی حالا آره. اون این فانتزی که من گفتم راجع به رضا نیست واقعا، ولی رضا اون حال خوبه رو داره. درست. توی همین نمایش جشنواره یا بعد از این بازتابه خوب داشتید از اون فیلم؟ بله فکر میکنم توی من جشنواره بین‌المللی متاسفانه نبودم که دنبال کنم، ولی نقدای خیلی خوبه حتی فرنگی و اینا هم خوندم در مورد رضا.
ولی این چیزی که میگینز اون سرخوشی اینطور که شنیدم تو فیلم آقای کاهانی هست که این تیپ فیلم ها رو خیلی خوب در میاره. انگار تا حالا انگار که نه تا حالا نمایش داده نشده. بله متاسفانه. دیدین خودتون اون فیلمو؟ بله من یه بار فیلمو دیدم. به نظرم میاد که خیلی حیفه که این فیلم اکران نشده. یعنی این فیلم داره راجب یه نسلی و یه آدمایی حرف میزنه که خیلی عجیبه که میخوان نادیده بگیرنشون. چون اونا هستن، خیلی هم حضور پررنگی دارن تو اجتماع ما و بهشون پرداخته نشده واقعا. و آقای کاهانی با یک جسارت خیلی زیاد این کار کرده و به نظرم خیلی لحظات خوبی داره فیلم. من نقش خودم خیلی تو اون فیلم دوست دارم. دوست. چرا این فیلم نمایش ندادم به نظرتون؟ واقعا نمیدونم، چون به نظر من نکته ای نداره که انقدر حساسیت برانگیز باشه. البته که میدونین که هیچ فیلمی برای همیشه توی قوطی نمیمونه و بالاخره نمایش داده میشه. ولی گاهی به نظر میسه باید یه زمان. ولی خب حیف میشه دیگه. بله. مثلا کهنه فکر میکنیم بشه. کهنه که مثلا توی اون زمان خاص دغدغه سازندش بوده. آدما خیلی از فیلم ها هست که نه تنها مثلا به نظر من آشغالای دوست داشتنی الان که اکران شده اتفاقا خیلی تاثیرگذارتره، چون اون تاریخ حساسیت برانگیزش رفته بین تمام تاریخ‌های دیگه و الان همه اونا به یک اندازه مهمن. شاید در سالی که میخواست اکران شه اگه اکران میشد مثلا اینقدر ملتهب بود که همش اون بخش بولد میشد توش. الان اتفاق خیلی خوبی داره میفته تو اکرانش، حالا من از حذویاتش اطلاعی ندارم، ولی مثلا اون فیلمی نیست که تاریخ مصرفش گذشته باشه. شاید در مورد ارادتمندم همین اتفاق بیفته، نمیدونم، ولی حیف میشه دیگه. یعنی هر زمانی روح خودشو داره و با اون روح زمانه خودش اون کار اتفاق افتاده و بعدش نمیدونم دیگه چه اتفاقی میفته. شما کار موسیقی هم میکنی؟ نه خیر، من در خیلی کودکیم ساز میزدم. چی؟ ستار میزدم. آه. و دیگه نزدم. ستار انگار با روحیت رو نمیخونه واقعا. آره شاید شدم الان به نظر میسته باید مثلا گیتار بزنم. آره آره نه اونو نمیدونم، ولی جسته گریخته همیشه دوره های آواز دیدم. یه دوره کوتاه پیش خانم پریسا، یک دوره پیش هاسمیک کاراپتیان که همینجا برای این کار آخرم در واقع مربی آوازی ما بود. برام خیلی جذاب هست موسیقی. تو بینوایان هم که میخونین حتی؟ بله بله تو میخوندم. بله. یکی از بازی های خوب شما توی فیلم یکی از همکارای ما آقای ایرج کریمیه که یادش بخیر. خواهش میشم. دیگه مقدار راجع به این فیلم بگین. خوشحالم که گفتین، از نابترین تجربه های من بود. میدونین مثلا ما خیلی وقت با هم کار میکنیم و اون لحظه هم از کار کردن با هم لذت میبریم، ولی نمیدونم که چقدر ما میتونستیم با هم معاشرت کنیم. دست. چقدر ما میتونستیم با هم حرف بزنیم. با آقای کریمی میشد ساعتها حرف زد و لذت برد. و من هرچی ازشون یادمه پر از هوش، پر از دانش و توانایی، روشن فکری به معنی نه ادا و پر از سواده. من خیلی ازشون یاد گرفتم و اون فیلم فیلم عجیبی بود. انگار بیشتر از یک کارگردان توش سهم داشتن و من یه لحظه‌ای از بازیم اونجا خیلی دوست دارم. همیشه فکر می‌کنم اگه بودن در زمان اکران فیلم خیلی میتونستیم راجع به اون لحظات گپ بهتری بزنیم. الان اگه من بگم چون نیستن درست شاید اون معنی رو نداشته باشه، ولی خب اونجا خیلی خیلی حمایتی بودن و خیلی خیلی لذت بخش بود باشون کار کردن. بازیگر باید یک مشاور داشته باشه، وکیل داشته باشه، مدیر تبلیغات داشته باشه، این همچی چیزایی باید باشه. اون شکلی که تو دنیا هست. بله. تو ایران نمیدونم هست. من فکر میکنم یه تخصصایی به وجود اومده تو در مدت که صنعت سینما اصلا به وجود اومده که اصلا بد نیست، خصوصا برای مثلا یه سری از آدم ها. برای خود من نمیدونم که چقدر میتونست جلو برنده باشه یا کمک کنه، ولی یه بخشی رو من جدا توش احساس ضعف میکنم. خیلی آدم اجتماعی نیستم، خیلی روابط عمومی قوی ندارم،
و خیلی شخصی و پرایوت زندگی. فکر میکنم یه آدمی مثلا به حالا به همین عناوینی که وجود داره مثل ایجنت، مثل پی آر، مثل مثلا در واقع آدمای این شکلی که کنار یه تیمی هن که کنار بازیگر قرار میگیرن خیلی کمک میکنن. ولی تلاش نکردین که این اتفاق بیفته؟ میگم مشاورینی دارم، دوستانی دارم که برای اینکه دیگه خیلی تو غار خودم نمونم و از اونا کمک میگیرم، ولی خب به صورت شغل نه. شما با موبایل میرین سر صحنه فیلم برداری؟ یعنی وقتی میرین بازی کنین توی اون فواصل با موبایلتون چت میکنین، نگاه میکنین؟ بله. خب فکر نمیکنین آسیب میزنه؟ جاهایی که میدونم احتمالاً آسیب میزنه حواسم هست. ببینیم، من فکر میکنم صرف با موبایل رفتن یا نرفتن یا با دنیای بیرون فیلم ارتباط گرفتن یا نگرفتن نیست ماجرا. ماجرا اینه که مثلا من خیلی گیم بازی میکنم، با سودوکو نمیدونم. یعنی فوتبالی هم خارج از گیم هستی؟ نه نیست. نه خیلی، یعنی دنبال میکنم یه سری تیما برام جالبه. نه اینطوری نیستم که مثلا خیلی رگ گردنی باشم برای یه تیم خاص ایرانی یا خارجی، ولی دنبال میکنم، به نظرم جالبه. آره. به خاطر همون روحیه یه ذره ورزش دوستی و شاید هیجان. ولی چیزی که میخواستم بگم اینه که مثلا سودوکو یا مثلا این بازی لوموسیتی که واقعا مال یه چیز ذهنیه، اینا مثلا که من بازی میکنم بین فواصل فیلم برداری اتفاقا به من یه جنس تمرکزی میده. میدونی چی میگم؟ یعنی من تمرکزهای کوتاه مدت تری دارم و بنابراین اینجوری میتونم یک جا حواسم رو جمع کنم، نذارم که درست. آره. مثلا توی جمعی که هستی یک جوک رو خیلی خوب تعریف میکنی؟ اصلا. بازیگر که باید بتونم یک جوک بسیار جذاب از بین ببرم. جدی؟ اتفاقا من قوه طنز بدی اصلا ندارم. آدمایی که خیلی به من نزدیکن یا خیلی سال منو میشناسن که دیگه من گاردهای به خصوص خودم وجودشون کمتر دارم، خیلی میدونن که من یه طنز خاصی دارم و خیلی از اصلا میخندن که از خودت میاد. بله. ولی خب این خیلی من باید دوستی نزدیکی داشته باشم که اون ساید خودم. برای همین مثلا تو کار خودم من فکر میکنم که یه کارایی که مثلا تونسته به اون جنس طنز من نزدیک بشه، خب خیلی برای خودم دیدنش جالبه، چون میگم خیلی. ولی مثلا جوک تعریف کردن من نه حتی شنونده خوبیم، نه حتی خوب تعریف گوینده. آره گوینده خوبیم. آره. یعنی یادت میره یا اینکه مثلا یه جوک های عجیب غریبی دوست دارم که کمتر آدمو بهش میخندن اینجوری، ولی خب طنز دارم و اصلا مثلا میگم حالا هی ربطش میدم به کارم، خیلی سینمای کمدی رو دوست دارم. ولی فیلم کمدی تو توی کارنامه‌ت خیلی نداری؟ سریال بوده. سریال مسافران. بله بله. بله. خیلی به نظرم چون اون ایده خیلی درخشان مال آقای قاسم خانی بله بود. بله بله. آقای جوان کارگران بودن. آقای قاسم خانی نوشت، یعنی سرپرست نویسنده بودن. که شما یکی از همون مریخی‌ها بودی که مریخ از فضا اومده بود. آره سیاره‌ش حالا درست یادم نیست. از فضا اومده بودن. به نظرم اتفاقا این قابلیت تو فکر میکنم داشته باشم که کار طنز کنم. به نظرم دو تا چیز مختلفه، جوک تعریف کردن یا کمدی رو درک کردن یا کمدی رو درست اجرا کردن، دو تا چیز مختلفه. شما زبان فرانسه خوندی؟ بله. فرانسه خوندی که همجوری فرانسه خونده باشی یا خوندی که ترجمه کنی؟ مثلا نتیجهش چی بوده؟ خوندم که ترجمه کنم و در دوران دانشجویم هم یه ترجمه های در واقع به سرانجام نرسیده ای وجود داره، ولی اصولا من خیلی زبان یاد گرفتن دوست دارم. یعنی مثلا الان دارم یه سریال اسپانیایی میبینم، اصلا میگم کی من یه فراغتی پیدا کنم که فقط سریع برم اسپانیایی یاد بگیرم. یا مثلا من زبان عربی رو خیلی دوست دارم. مثلا بعد از اینکه حالا مجبور بودیم و باید عربی میخونیم تو مدرسه، اتفاقا برای من در من گارد ایجاد نکرده که فکر کنم خب از این استفاده کنم، یعنی مثلا برم مکالمه عربی یاد بگیرم. مثلا خیلی به نظرم زبان
قویه. زبان دوست دارم، یعنی من انگلیسی، فرانسه. فکر میکنم آدم مثلا یه چیزایی از یه فرهنگایی رو بدون دونستن زبانش شاید نتونه درک کنه کامل. درست. ولی در این حال با بسیاری از فیلمسازای خوب ما کار کردید. آره خدا رو شکر. کدومشون براتون خیلی خاطر انگیز بود؟ همشون. مثلا یه نسلی هستن که به نظرم تکرار نشدنی هن و رجبه همینی هم که میگین، مثلا آقای بیضایی به نظرم طنز غریبی دارن که شاید این بخششون رو آدم ها کمتر باشون آشنا باشن، ولی مثلا یه چیزی میگفتن مثلا سر صحنه تو میرفتی سه روز با اون حرفه واسه خودت داشتی زندگی میکردی که چقدر بامزه بود و اینا. عمیق بود یا بامزه؟ هر دو. برای همین سه روز طول میکشید. حالا اشاره به کارگردان رو کردیم، مثلا شما با آقای فرمانارا هم کار کردیم. اون خیلی تجربه کوتاهی بود. من خیلی خوششانسم که یه دوستی دارم با آقای فرمانارا که در واقع از این طریق بیشتر میشناسمشون تا خب اون یکی دو ساعتی که تو کارشون فقط یکی دو ساعت بود. بله، چون یه پلان خیلی کوتاه بود که خب من با کمال میل انجامش دادم، و ولی خب خودشونو که میشناسم از نزدیک خیلی دوست دارم که حتما باشون کار کنم. با آقای فرهادی هم کار کردی؟ بازم تجربه کوتاهی بود در چهارشنبه سوری که خیلی لذت بخش بود. انگار قرار بود درباره الی هم بازی کنی؟ قراری نبود. واقعیتش اینطوری اتفاق افتاد که من یه قول و قراری داشتم برای فیلم وقتی همه خوابیم آقای بیضایی، و مثلا دورا دور میدونستم که از طریق دوستانم که تو اون فیلم بودن که آقای فرهادی دارن برای اون فیلم کاستینگ انجام میدن و منم خیلی دوست داشتم که باشم تو اون کاست، و بعد دیگه پیغام و پسغام به این سمت رفت که خب نه دیگه نشد. و عجیبه برای من این صحنه، از صنایع هیچ وقت یادم نمیره که تو خیابون تخت‌آبوز من از دفتر آقای بیضایی اومدم بیرون، خود آقای فرهادی زنگ زدن بهم گفتن سر بیا و اینا، گفتم من قول دادم. میگم اگه برگردم عقب شاید چندین بار دیگه همین کار رو میکنم، ولی مثلا اینکه مثلا این مسیر اتفاقات حرفه‌ای که بر من افتاد ممکن بود کاملا تغییر کنه با اون تصویر. یادتون نیست کدوم نقشه؟ چون درباره علی چند تا خانواده من بلافاصله بهشون گفتم که من نمیتونم و اینا، یعنی من صحبت کردم با آقای بیضایی و خب میتونستم حدس بزنم عاقبتش رو، ولی خب مثلا بهشون گفتم دیگه جلوتر نرفتیم که حالا من بخوام فیلمنامه بخونم یا دقیقاً بدونم برای چه نقشی بود. درسته. در ضمن شما میتونید با زدن دکمه سابسکرایب صفحه یوتیوب ما رو دنبال کنید. مصاحبه با هنرمندان، برنامه‌های متنوع و اختصاصی. شما کار کتاب صوتی هم کردی؟ بله، فکر کنم یه کاری با مانی حقیقی از نوشته‌های آقای محمود دولت‌آبادی. آهوی بخت من گذل. یعنی نشون میده به دوبلاژ هم علاقه مندید یا به دوبلاژ که با اودیوبوک فرق میکنه، ولی من دوبلاژ هم انجام دادم برای فیلم گذشته آقای فرهادی. آها. کدوم نقش بود؟ خیلی عجیب بود. ما هی میرفتیم تمرین میکردیم، بعد خیلی بامزه بود که تمرینای دوبله هم اندازه تمرینای خود فیلم برای آقای فرهادی مهم بود، یعنی اصلا کاملا انگار یه فیلم جدید داشت اتفاق میافتاد. درست. و ما هی تمرین میکردیم و هی نقشای مختلف رو میخوندیم، و یه بار آقای فرهادی به من گفتن تو نقش این دختره رو بخون، دختر نوجوانی که در واقع دختر خونده آقای مصطفی است. فکرم 13-14 سالش بود واقعا. احتمالا صداتون تو پشت میکروفون یه مقدار دختر نمیشه. بعد که میشنیدم به نظرم جالب بود، انتخاب جالب بود، ولی بهم گفتن که این نقش رو بخون که منم. خیلی تو تئاتر با آقای پسیانی کار کردید، خیلی از کاراتون با آقای پسیانی بوده. این به دلیل ارتباط حسی خوب هست با ایشون؟
ببینیم، من یه چیزی حدود فکر میکنم 6-7 سال عضو گروه تئاتر بازی بودم بله. که سرپرستش آقای پستیانی بود و یه جوری اصلا خانواده پستیانی رو، ستاره، خسرو، آتیلا، باتیجون، اینا رو یعنی خانواده کاری خودم میدونم. خیلی یاد گرفتم از آتیلا، یعنی به نظرم یه بخش از دیسیپلین تئاتری، یه بخش از در واقع نگاه من به مقوله تئاتر رو من کنار گروه تئاتر بازی یاد گرفتم و خیلی هم خوشحالم از این بابت. شما تهرانی هستین اصلیت؟ نه خیر، من پدرم، یعنی پدر و مادرم هر دو متولد و بزرگ شده تهرانن، ولی اصالتاً مادرم شمالی هن. کدوم خطه؟ گیلان. پدرم کرمانشاهی. آها، خب طبیعیه که کرمانشاهی و گیلانی فامیل زیاد دارین دیگه الان. نه خیلی میگم من خیلی به نظرم این اکثر خانواده ها با این پدیده مواجه شدن که خیلی از عزیزانشون رفتن نیستن. و آره، مثلا من تا مدت ها حتی این صدای هواپیما بهم استراب میداد، اینقدر با آدم هایی رو باشون خدافظی میکردیم. الان برای من یه چیزای این شکلی که توی خانواده خیلی درست و اصیل و جذاب در واقع اتفاق میافتاد، مثل چهارشنبه سوری، مثل سال تحویل، چون مثلا من خودم هنوز خیلی سفت و سخت، حتی اگه تنها هم باشم سفره هفت‌سین دارم، فال حافظ دارم، دعای سال نو دارم، همه اینا رو دارم، منتها واقعیتش اینه که اون مراسم و اون جمع حتی یاداوریشون برای من خیلی ناراحت کننده است که دیگه وجود نداره. خیلی ها به خصوص تو نسل جوان، اکثرشون دوست دارن بازیگر بشن. شاید وقتی خودشون رو تو آینه ببینن میگن من خیلی بازیگر خوبیم. برای بازیگر شدن نیاز به قیافه خوشگل، چشمای رنگی، نمیدونم اینجور چیزا هست، یا کلاسی اصلا وجود داره که آدم رو بازیگر کنه؟ من فکر میکنم که این باید هرچی بیشتر جا بیفته که بازیگری یک شغل تخصصی خیلی سخته. هرچی بیشتر بره به سمت اینکه تحصیلات آکادمیک داشته باشه و در واقع تخصصش تدریس بشه، حالا تاثیرگذارتر. چون بیشتر اگه به شکل رویا واردش بشن ممکنه آسیب ببینن، به خصوص برای خانم‌ها. به نظرم اگه بدونن که یه شغله که سختی خودش رو داره و یه ذرم این چیزها رو خیلی میشنم که مثلا آدم ها فهم میکنن یه حق و حقوقی داشتن که ضایع شده، یا مثلا یه باندایی وجود داره، یا یه دستایی از پشت هستن که این ماجرا رو مدیریت و رهبری میکنن، من با این ایده مخالفم. من به نظرم رویا قوی تر از هر نیروی دیگه میتونه جلو ببره آدم رو. یعنی من فکر میکنم حتی اگه چیزایی که بعضی وقتا شنیدم همکارام هم گله میکنن ازش که یه باندایی وجود داره که ما تو اونا نیستیم، یه مهمونیایی هست که ما اونجا نمیریم، واقعا وجود نداره این؟ من نمیدونم، برای من این کار نکرده، پس نمیتونم این پیشنهادو به کسی بدم. برای من اینجوری بوده که من واسه لحظه لحظه زحمت کشیدم و اون چیزی که شاید اسمش شانسه خیلیشو به وجود آوردم. که میگن هست که مثلا آره، ولی مثلا من نگاه میکنم مثلا فیلم وایف رو میبینم در همین فیلم اسکاری امسال که گلن کلوز اونجا بازی میکنه و چقدر بازیگر خوبیه. همیشه هم بازیگر خوبی بوده، اصلا درجه یکی. یعنی مثلا این همه ما از مریل استریپ حرف میزنیم، از گلن کلوز و نقشای عجیب متنوعش خیلی کمتر حرف میزنیم، بعد آدم نگاه میکنه میگه که چند سال طول کشیده که یه نقشی مثل اینو این آدم بازی کنه، چقدر خوب بازی کرده. یا مثلا من سریال نگاه میکنم میبینم که مثلا میرم گوگل میکنم میبینم یک آقای مثلا 80 ساله داره تو اون سریال بازی میکنه، اصلا بی نظیره، و با خودم میگم این تا حالا کجا بوده؟ و میری نگاه میکنی سال هاست داره کار میکنه. من میگم ممکنه اون لحظه
برای من سحر دیرتر اتفاق بیفته، برای کسی در شروع کارش در 19 سالگی عالی به جا اتفاق بیفته. ولی اگه اون رویای قوی باشه، اگه اون انگیزه درست باشه، اگه اون پتانسیل واقعا وجود داشته باشه، دیر یا زود اتفاق میفته. من ترجیح میدم اینطوری باور و کافیه که حفظش کرد. بله، برای که به تو ممکنه این شانس رو بدن، تو قدرش رو ندونی، تو ازش بگذری. تو مثلا معمولا هم خیلی عجیبه، یه رابطه مستقیمی داره بین آدمایی که خیلی متوقعن و فکر میکنن اطرافیان براشون اون کاری که باید رو نکردن و اینکه خودشون اتفاقا قدر لحظات رو نمیدونن. چون مثلا من فکر میکنم یک پلان رو نباید از دست داد. من باورتون نمیشه الان 39 سالمه و هنوز وقتی که و واقعا هم همه این سالا داشتم کار میکردم و اعتقاد دارم خیلی کسی هولم نداده به جلو اگه هولم نداده به عقب. و بازم وقتی که دارم میرم سر صحنه فکر میکنم که نه، اصلا فکر میکنم که میدونیم تو جای چندین هزار نفر الان این لحظه گیرت اومده، از هیچ چیش نگذر. عشق میکنم با کارم. اصلا فیلمو به دلیل فیلمنامه انتخاب میکنی یا به دلیل کارگردان؟ هر دو، ولی بیشتر فیلمنامه. و خیلی آدمی هم که به تمرین احتیاج دارم. یعنی اگه توی پروژه‌ای ترجیحاً کارگردانی که خب بدونه چی میخواد، اونم به تمرین اعتقاد داشته باشه، معمولا اتفاق بهتری برام میفته. درسته. با شناختی که از خودتون دارید، شما بازیگر حسی هستید یا تکنیکی؟ به صورت تجربی بگم که هرچی گذشت، نه تنها من، فکر میکنم اصولا هیچ بازیگری صرفا یکی از اینا نمیتونه باشه. یعنی من فکر میکنم آره، اینا رو هم تاثیر میذارن. بعضی وقتا از تکنیک بیشتر کمک میگیری، بعضی وقتا لحظاتی حسی تره و اینا هر دو به مدد هم میان. یعنی یه بازیگری که مثلا اصلا تکنیک نمیدونه یا یه بازیگری که اصلا حسی نیست، به مرور زمان یه جاهایی انگار آدم نمیپذیرتش. حالا در مورد خود منم حتما اینطوری بوده. درست. ولی بستگی داره واقعا. یه چیز خیلی جالب حالا که خیلی به کمک من میاد اینه که من حتی مثلا پیش اومده که تدریس کنم برای نوجوانان. این کارو میکنه؟ یعنی تو این کلاس ها یه چیز خیلی کم. یعنی یه دوره پیش اومد که واقعا خانم بختاور از من دعوت کردن توی مؤسسه بامداد، رفتم و اونجا دارم که خیلی تجربه جالبی بود. درست. تدریس تو انگار یه دور همه اینا رو محک میزنی برای خودت. و اونجا مثلا چندین تا متد رو در واقع ازشون یه یادداشت برداری کرده بودم، یه سری تمرین در آورده بودم که تو هر جلسه یه سری از این تمرین ها رو انجام میدادیم و اتود میکردیم و بازی میکردیم. میگم چون کم سنتر هم بودن شاگردا، خیلی بازی میکردیم سر کلاس. و در حین این تدریسه من به این نتیجه رسیدم که هر بازیگری انگار متد شخصی خودشو داره و در اثر تجربه و اکتساباتی که داشته شاید به این متد خاص رسیده. مثلا برای خود من چون خیلی طرفدار یادگیری به شکل آکادمیکم که مثلا سبکای مختلف بازیگری رو برم ببینم چیه و یاد بگیرم و فلان، و سبکای جدید نمیدونم، یه چیزی که خیلی مثلا رو من تاثیر گذاشت یه سبکی به اسم ویو پوینتس که مثلا حالا بیشتر انگار تاثیرپذیری از اطراف تا تو با یه چیز از پیش تعیین شده ای در واقع شروع کنی به کار، خیلی سنسورای تو رو قوی میکنه به اتفاقات بیرونی. من فکر میکنم که هر بازیگری در طول سالهای فعالیتش به یک سبک و سیاق شخصی رسیده. بازیگری که اون در واقع چیز ماندگاری رو داره، نه بازیگری که حالا به دلایل دیگه اومده و شاید زودترم فید بشه. بازیگرهایی که میمونن معمولا من نگاه میکنم میبینم که یک ایده های شخصی دارن که حالا نمیشه در واقع محدودش کرد به تکنیکی بودن و حسی بودن. مثلا برای خود من خیلی پارتنر مهمه. میدونین؟ یعنی کارگردان که خب قطعا خیلی مهمه. یعنی من خیلی دوست دارم بتونم خودم رو به کارگردانم تمام و کمال بسپرم، ولی خب پارتنرم مثلا خیلی مهمه به خاطر همونی که میگم، به خاطر اینکه من نمیتونم از پیش تعیین شده بگم من قرار امروز برم سر صحنه این سکانس رو اینجوری بازی کنم. حتی با 500 جلسه تمرین
من قراره برم اونجا و ببینم اون روزم قرار چه اتفاقایی بیفته. یعنی واقعا یه بعضی وقتا توی یه بدبستونی یه اتفاقای عجیبی میفته که اون لحظه با طراوت بیشتری در واقع اجرا میشه. بهترین پارتنری که داشتید کی بود؟ خیلی من بعدم تو این بهترین و بدترین و تاریخ برها هر ستایی اینا خیلی بعدم پارت... یادم نمیاد. میدونین چیه؟ مثلا من ممکنه مثلا یه نقش بهم بگین کدوم نقش بوده که دوستاشی بازی کنی، بعد برم بگم ای بابا اینو نگفتم یا بجاش باید اینو میگفتم یا اون برام مهمتر از اون یکی بود. تو بهترین بدترین ها همیشه برام این اتفاق میفته. ولی خب من خیلی خوش شانس بودم توی پارتنرهایی که باشون کار کردم. چون به فوتبال علاقه مندیم، پارتنر مثل کسی که با آدم پاس گل میده. دقیقا. کی به شما پاس گل خوب داد؟ فکر کنم من اصلا گرفتار همبازیایی نشدم هیچ وقت که بخوام خودشون برن گل بزنن. فکر کنم همیشه این حالا انقدر خوش شانس بودم که این پاسکاری اتفاق افتاد. الان مثلا تو کلاستون این نکته رو میگین که اگه قرار بشه گریه کنید چیکار میکنید؟ یعنی چجوری خودتون رو وارد اون حس سوال میکنید که چشاتون اشکی میشه؟ واقعا پیش نیومده اینقدر راجبه یه نکته خاص اینجوری صحبت کنم، چون من فکر میکنم که یک سری پیش زمینه ها وجود داره که ما بیشتر رو اونا کار کردیم. من پیش نیومده که حتی به خودم بگم اگه قرار گریه کنم قرار چی کار کنم و پروسش چیه. سوال من اینه چجوری گریه میکنم؟ خیلی بستگی داره. من برام پیش اومده که یه نقشی یک لحظه ای ازش انقدر درست نوشته شده بوده و انقدر همه چیز سر جای خودش بوده که اصلا بدون هیچ تصمیم قبلی این اتفاق درست و به جا افتاده. برام پیش اومده که نقش منو آدرسایی که بهم داده نبرده درست سر جایی که باید این کار به موقع اتفاق بیفته و یا لااقل من درست درک نکردم که کارگردان چرا اون لحظه اونو میخواد. و خب اینجا مثلا یه ذره ممکنه با یه پروسه دیگه‌ای بهش رسیده باشم. معمولا یه اتفاقی که خیلی به من جواب میده اینه که یه نقاط مشترک پیدا میکنم به لحاظ حسی با نقش و از اونا کمک میگیرم. یعنی نیاز به رنده کردن پیاز جلوی بازیگر گریه کردن نیست؟ نه خدا رو شکر فعلا پیش نیومده. شما چقدر تو فضای مجازی فعالیت؟ و اساساً اعتقاد دارید که فضای مجازی کارکردش الان کارکرد خوب؟ فضای مجازی همونقدر که خوبی هایی داره بدی هایی داره. خب یه خوبی خیلی مهمی که داره اینه که یه تریبونیه که در اختیار هر فردی قرار گرفته و در واقع یه بخشی از اون ماجرای روابط عمومی که تو قرار داشته باشی یا خبر یا چیزایی مثل اینو کاور میکنه، دست خودت هم هست و حالا یا دست مثلا ادمینی که مورد اعتمادته. و خب این خیلی خوبه، خیلی بیواسطه است، خیلی صریح. حتی من گاردی ندارم نسبت به فضای مجازی، خیلی فعال نیستم ولی یک چیزی دارم، یه فعالیت نسبی دارم. از یه نظر جالب نیست به خاطر اینکه شاید قبلا قرار نبود شما هر نظر غیر حتی غیر تخصصی هم راجع به خودت بدونی، ولی الان این امکان وجود داره و یه خشم عمومی هم تو جامعه هست که شاید بعضی وقتا آدما نمیدونن به کی باید سر کی باید داد بزنن. اینا همه هست ولی به نظرم اگه که درست استفاده بشه خیلی اتفاق خوبیه. مثلا اینکه خب در گذشته مثلا بازیگر خیلی غیر قابل دسترس‌تر بوده و تو باید می‌رفتی مثلا سینما و این پرده واقعا جادویی بوده و می‌شستی بازیگر مورد علاقت رو می‌دیدی و الان مثلا با یک کلیک می‌تونی همه چی رو راجبش بدونی، بعد هی میبرن از این سینما به اون سینما. بین ابزارهایی که به هر حال الان وجود داره شاید یه ذره این در دسترس میذاره آدم ها رو و یه ذره مثلا اون فاصله ها رو کم میکنه که خب به نظرم دراز مدت شاید بد نیست، ولی باید بدونیم که دیگه اون وقت اصلا تعریف ستاره، تعریف طرفدار،
تمام این تعریف‌ها رو تحت شعاع قرار میده دیگه، فرق میکنه دیگه. خب یعنی فکر میکنین که بازیگر با توجه به محبوبیتی که داره آیا حق داره راجع به هر مسئله یه سر نظر کنه؟ نه، خود شما فقط در حد خبررسانی و تبلیغ برای کارتون استفاده کردین یا توی مواردی؟ نه، خب من موضوعگیری های اجتماعی دارم. من خیلی باید بی حساسیت باشم نسبت به محیط اطرافم که مثلا راجع به اتفاقات بی موضع باشم. خب من جنس، خب همین مردم هم، منم ناراحت میشم از یه سری اتفاقات منو هیجان زده میکنه، یه سری اتفاقات در من عرق ملی ایجاد میکنه، یه سری اتفاقات. خب من موضع گیری هایی دارم، ولی فکر میکنم یه ذره این باید کنترل شده تر، یا مثلا راجب خود من، به سلیقه خود من اینه که باید یکم تخصصی تر اتفاق بیفته. مثلا من میبینم که یه آدمایی، حالا ما به ازای خارجی مجبورم باز بگم، مثلا سال هاست این بازیگر داره فعالیت محیط زیستی میکنه. سال هاست، یعنی از گلوبال وارمینگ و این ماجرای محیط زیستی خارج نشده، از تمام تریبوناش، از تمام امکاناتش، از تمام محبوبیتش داره استفاده میکنه که یه اتفاق، یک جریانی رو که قاعدتا بهش مسلطم هست چون رو اون جریان کار کرده، اونو جلو ببره. یا مثلا من ممکنه باعث یک امر خیری بشم، یعنی مثلا ممکنه از اینقدر محبوبیتم استفاده کنم که یک زندانی زن مثلا جرم مالی که خب راجبشم خیلی، راجب پروندهشم خیلی قبلش تحقیق کردم، مثلا باعث شم که یه اتفاق خوبی تو زندگی اون بیفته. چرا که نه؟ یا مثلا به هر حال من فکر میکنم که تو از اون موقعیتی که در اختیارت قرار گرفته شده باشه، اگه که در جهت‌های مثبتی استفاده کنی حتما خوبه. من نه اعتقاد دارم که یه بازیگر باید سرشو بندازه پایین، بره کارشو بکنه، بیاد و بی تفاوت باشه نسبت به محیط اطرافش و بی توجه باشه و جریانات رو دنبال نکنه، چون امکان نداره. شما در یک محیط ایزوله و که توش نه دردی هست، نه شادی هست، نه هیچ حس جمعی مشترکی هست، به نظرم یه بخشی از بازیگریت هم احتمالاً تحت شعاع قرار میگیره. اینم اعتقاد ندارم که بازیگر مثلا یه مصلح اجتماعیه یا مثلا باید همه کارهای دیگر هم بدونه و بکنه. فکر میکنم اگه مثلا، چون به هر حال میدونی یه پدیده جدیدیه دیگه این، بله، ماجرای مجازی و این ماجرای موضع‌گیری های اینجوری و ماجرای تریبون داشتن، اصلا چون یه ماجرای جدیدیه به نظرم حالا داره فرهنگش کم کم جا میفته که مثلا لازمه آیا من در تمام زمینه های اجتماعی، اقتصادی، ورزشی، اینا مثلا اشکالی هم نداره. خب منم نظر دارم راجع به همه چی، ولی لازمه بگم همه نظراتمو، یا لازمه که مثلا یه چیزی رو که روش تخصص بیشتری دارم، دغدغه منترم، مثلا دنبال کنم؟ به نظرم خیلی هم خوبه. درست. یعنی مثلا من میبینم یه به ورزش زنا مثلا همکارام نگاه ویژه میکنن، مثلا به حضور زنا تو استودیوم فوتبال مثلا یا ورزش نظر دارن و مثلا روش کار میکنن، فعالیت میکنن، خب خیلی مثبته. یا به حقوق زنان یا به هر کار خیری اینا، ولی من فکر میکنم یه ذره جمع و جورتر باشه که در واقع تارگت داشته باشه، یه هدفی رو دنبال کنه و اون هدف رو نشونگیری کنه و جلو بره، شاید مؤثرتر باشه. درست. فقط همین. چیزی هست که من نپرسیدم ولی شما دوست داشتی بگی؟ خیلی غمگینم از چیزایی که میشنوم. مثلا این عدد و اینا دیگه داره ترسناک میشه، این ماجراهای اختلاس و اینا. بعضی وقتا فکر میکنم اینا اصلا یه پرده دری انگار داره اتفاق میفته، من نمیتونم حتی بفهمم چند تا صفر داره این عدد و ارقامی که میگن. مثلا میگم اگه اینا برای مردم بود، دست و بال مردم یه ذره بازتر بود، حال مردم یه ذره خوشتر بود. درسته که میگم بخشی از این پولای آلوده حالا پولشویی یا وارد سینما شده و بیشترینش هم به بازیگرها پرداخت شده.
ببینین این سوالو من خیلی به جوابش راستش فکر کردم، نه چون فکر میکردم یه روزی قرار ازم بپرسن. من دارم فکر میکنم اگه مناسبات اقتصادی یه کشوری آشفتگی های این شکلی داشته باشه، حالا یا به خاطر تحریم ها و فشارهای از بیرون یا به خاطر سوء مدیریت هایی که وجود داره، به هر حال این پولا و ردیابی در واقع کثیفی و تمیزیشون یه مقدار مشکل میشه و این شامل همه پروژه هاست و شامل همه حرفه هاست. حتما که مثلا چه میدونم کارخونه دارای قدیمی زیادی رو از پا در میاره و حتما که خیلی چیزا رو تحت شعاع قرار میده. توی سینما شاید مثلا بیشتر حالا ما میریم کنکاش میکنیم راجبش، یعنی چون وقتی صحبت سینما میشه مثل خیلی چیزای دیگه، مثل مثلا که روابط آدمای سینما خیلی جالب‌تره انگار برای آدما تا تو حرفه‌های دیگه. درسته. توی مطبه پزشکی زیر ذره بینن دقیقاً. و من فکر می‌کنم این اتفاق داره میفته. ولی این سیستم اقتصادی مریض تاثیر بعد خودش رو همه حرفه‌ها میذاره. این که مثلا حالا اعداد و ارقام رو در حرفه بازیگری تکون میده یا بالا پایی میبره، من چون خیلی دقیق نمیدونم نمیتونم راجبش نظر بدم. درسته. یعنی امیدوارم که شما رو روی پرده سینما با فیلم‌های خیلی درخشان همچنان ببینم. صفحه ما رو در اینستاگرام دنبال کنید.